چطور بفهمیم یه صرافی معاملاتش واقعیه و با اعداد بازی نمی‌کنه و کلاهبرداری نیست؟ این یه تکنیک منحصر به فرده، با دقت بهش توجه کنید. درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. من معین صادقیانم و امروز میخوام راجع به یکی از منحصر به فردترین ویژگی هایی که باعث میشه ما متوجه بشیم یه صرافی واقعیه یا نه رو بهتون بگم. صرافی های متمرکز انواع متعددی دارن. یه سریاشون هستن که به اندازه دارایی که به کاربر میدن یا داخل شبکهشون نقل و انتقال صورت میگیره یا حتی بیشتر از دارایی که داخل شبکهشون دارن و داخل صرافی دارن موجودی نگه میدارن، یعنی حتی یه مقداری هم به صورت احتیاطی نگه میدارن. اینها معاملاتشون واقعیه و میشه باهاشون کار کرد، از لحاظ شرعی هم مشکلی نداره و یه ویژگی منحصر به فرده که نشون میده این صرافی قصد کلاهبرداری نداره. یه سری از صرافی‌ها هستن که میان اینا عنوان یک صرافی میگیرن، یه سایت رو میارن بالا و وصل میشن به استخر صرافی‌های بزرگ دیگه و از خدمات و معاملات اونها استفاده میکنن. یعنی در واقع شما توی این صرافی کار میکنید، صرافی‌های نوع دوم، ولی عملا معاملاتتون توی اون صرافی بزرگتره اتفاق میفته. اینا هم صرافی‌های وابستن، گزینه خیلی جذابی نیستن و معمولا ما هیچ وقت اونها رو توصیه نمیکنیم و تا حالا معرفی نکردیم. و یه نوع دیگه از صرافی ها هستن که اینا دیگه خود کلاهبرداری هن. یعنی اینجوری که شما میاید داخلشون و داخلشون شروع میکنید به معامله کردن، واریز وش انجام میدید، این اعداد بین کاربرانشون جابجا میشه ولی همیشه کمتر از مقداری که سرمایه داره داخلش جابجا میشه موجودی دارن و از حداقل موجودی کاربران که در حساب کاربرشون قرار میگیره یه جورایی سوء استفاده میکنن و این یک فاجعه است برای صرافی و خیلی کار صرافی رو خطرناک میکنه. حالا ما چطوری میتونیم بفهمیم که یه صرافی واقعیه؟ کافیه ببینیم که این صرافی ها گواهی ذخیره دارن یا نه. گواهی ذخیره موجودی کل صرافی ها رو معمولا کاملا بروز بهمون میده و حتی ریز به ریز تراکنش ها و اتفاقاتی که داخل صرافی در روزهای اخیرش افتاده رو هم میتونه بهتون گزارش بده. صرافی هایی که کاملا شفافن صرافی هایی هن که میتونیم با خیال راحت داخلشون معامله بکنیم. خوشبختانه یکی از این صرافی ها به ایرانی ها خدمات گسترده ای میده که اون هم صرافی نیست جز کوینکس. کوینکس یه صرافیه که من مدت هاست دارم باش کار میکنم و حتی از نزدیک با چند تا از بچهای کوینکس هم در ارتباطم. کوینکس گواهی ذخیره همیشه صادر میکنه و الان هم گواهی ذخیرش رو صادر کرده و موجودی دارایی هاش نشون میده که کاملا معاملات داخلش واقعیان و همه چیز داره درست اتفاق میفته. در ادامه ویدیو میریم نگاه بکنیم ببینیم که این گواهی ذخیره چیه، چطور کار میکنه، کجا میتونیم ببینیمش و گواهی ذخیره کوینکس رو ریز به ریز با هم بررسی میکنیم تا بازم خیالمون از این صرافی راحت تر باشه. اسپانسر این ویدیو کوینکسه. شما برای خرید یا هر جور معامله در بازار کریپتو یا حتی تبدیل ارزها به هم یا جابجایی اونها نیاز دارید که به یه صرافی خوب متصل باشید و ازش خدمات بگیرید. صرافی کوینکس یکی از بهترین و به واقع متعهدترین صرافی‌های بازار رمزارزهاست که میتونید باهاش ساده‌ترین و جذاب‌ترین تجربه بازار رمزارزها رو تجربه کنید. من خودم هم از این صرافی استفاده می‌کنم و شما توی ترید هام یا استوریایی که می‌ذارم احتمالاً زیاد دیدید این رو. لینک ثبت نام رو براتون پایین ویدیو قرار دادیم. مراحل ثبت نام هم خیلی ساده و فقط با یک ایمیل انجام میشه. خب همونطور که گفتیم وبسایت کوینکس توی این لینکی که این بالا هست گواهی ذخایرش رو ارائه کرده و حالا امنیت و شفافیت هم اینجا نوشته که واقعا همینطوره. و وقتی به مجموع ذخایرش نگاه میکنیم چه درون زنجیره ها چه داخل سایتش میبینیم که ذخایرش از کل موجودی حساب کاربرانش همواره بیشتره. مثلا CET بالاتری داره، USDT بالاتری داره و در مورد همه چیز بالاتره. خب این صرافی ها ما میدونیم که یک حاشیه سودی دارن. این حاشیه سودشون رو خیلی وقتا به عنوان ذخایر نگهداری میکنن که معاملاتشون واقعی باشه. اینجا هم خب تاریخ های مختلفی رو در اختیارمون قرار میده که میتونیم هر کدوم رو بررسی بکنیم و اینجا هم آدرس حسابرسی کیف پول کوینکس. شما اگر حسابرسی رو دانلود بکنید یه فایل اکسل خیلی جذاب بهتون میده و داخلش تمام اطلاعات رو کامل نوشته، کوین ها، آدرس ها، مقدار ها، تغییرات، همه رو داخلش به صورت کامل نوشته و ارائه میده که خیلی اتفاق جالب و جذابیه. من کمتر صرافی دیدم که
اینطوری باشه. از طرف دیگه روزنامه دنیای اقتصاد هم توی یکی از مقالاتش به همین موضوع پرداخته و این موضوع رو به خوبی بهش اشاره کرده و در موردش مفصل صحبت کرده که لینک اونم پایین ویدیو براتون میذاریم که حتما ببینید اگه دوست داشتید اطلاعات بیشتری در موردش کسب بکنید. کوینکس بعد از اتفاقاتی که پارسال براش افتاد و مشکلاتی که پیش اومد براش به سرعت خودش رو احیا کرد و تمام دارایی افراد رو هم تضمین کرد و خوشبختانه الان داره به فعالیت خودش ادامه میده. ممنون که منو همراهی میکنید. انشالله همیشه پرسود و پربرکت باشید. خدا نگهدار.